بازدید تیم سازمان ملل از اشرف و مشاهده پیکرهای شهیدان. گزارش‌های خبرگزاری فرانسه و آسوشیتد پرس، دوشنبه 11 شهریور 1392. خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتد پرس گزارش کردند که امروز یک تیم سازمان ملل برای بازدید از وضعیت و مشاهده پیکر شهیدان به اشرف رفت. آسوشیتد پرس خاطرنشان کرده است دیدار از اشرف با این هدف مشخص صورت گرفته است که چند نفر و چگونه در روز یکشنبه کشته شدند، زیرا سازمان مجاهدین خلق ایران دیروز اعلام کرد که بیش از 50 نفر در خشونت‌هایی که نیروهای امنیتی عراقی مرتکب شده اند کشته شدند، در حالی که دولت عراق ادعا کرده بود تعداد کمتری کشته شدند و توضیحات ضد و نقیضی ارائه کرده بود، از قبیل اینکه گویا این یک درگیری درون گروهی بوده است. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش کرد در حالی که مقامات عراقی از اساس وقوع حمله را تکذیب می کنند، تیم سازمان ملل وارد اشرف شد تا به این دعاوی ضد و نقیض رسیدگی کند. سازمان مجاهدین خلق روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای عراقی 52 نفر از اعضایش را در اشرف کشته و اموال آنها را آتش زده اند. مقامات عراقی ادعا کرده بودند که ابتدا اشرف مورد حمله خمپاره‌ای واقع شده و ساکنان عصبانی بودند که حمله کرده و سربازان عراقی را کشته و مجروح کردند. اما سازمان مجاهدین قویاً می‌گوید که این یک سناریو سازی محض است و آنچه واقع شده یک طرح قتل عام مشابه قتل عام زندانیان سیاسی در ایران است و به همین خاطر اعضای این سازمان از روز گذشته در لیبرتی و شماری دیگری از پایتخت‌های جهان دست به اعتصاب قضا زده اند. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوری مالکی برای دست شستن از مسئولیت قتل عام و حادثه‌ای که در آن منابع عراقی نیز انفجارها و درگیری‌ها را گزارش کرده بودند اعلام کرد که یک هیئت تحقیق برای بررسی آنچه در اشرف واقع شده است به راه انداخته. به قرار اطلاع، تیم سازمان ملل امروز به ریاست نماینده کنونی دبیرکل و رئیس یونامی پیکر 52 شهید را در اشرف از نزدیک دیدند که بسیاری از آنها ابتدا دستگیر و گروگان گرفته شده و سپس با تیر خلاص از جانب نیروهای ویژه نوری مالکی اعدام شده بودند. نماینده دبیرکل از ساکنان اشرف خواست با انتقال پیکر 52 شهید به بیمارستانهای عراقی برای تکمیل تحقیقات با کالبد شکافی موافقت کنند. مجاهدان اشرف از آنجا که نگهداری پیکرهای شهیدان در گرمای 48 درجه امکان پذیر نبود، با عکس برداری و فیلم برداری از یکایک شهیدان و تحویل آنها به نماینده حقوق بشر سازمان ملل در عراق موافقت کردند.